ولی قبلش یک سری مدارک و شواهد رو با هم بررسی کنیم که آیا اصلا قیام مسیح علکی بوده، یک چیزی بوده که کلیسا و شاگردان به وجود آوردن، یا نه واقعیه. سه نکته من میخوام اشاره کنم بهش و این برای کسانی هستش که اون مسائل اولیه مسیحیت رو پذیرفتن. اول کلام خدا. یک مسیحی باید کلام خدا رو و اینکه کلام خدا هیچ خطایی درش نیست رو باید قبول کنه. شما نمیتونی بگی من نصف این کتاب رو قبول دارم، نصفش رو قبول ندارم. اگه شما نصف این کتاب رو قبول نداری، نباید حتی خودت رو برای نصف دیگه‌اش هم خسته کنی. چون این کتاب یه پکیجیه که از اول تا آخرش رو خدا نوشته. شاید ما با بعضی قسمتاش موافق نباشیم، شاید بعضی قسمتاش رو درک نکنیم، شاید بعضی قسمتاش رو وقتی ما میخونیم میگیم اگر ما جای خدا بودیم این کارو نمیکردیم. ولی اون هیچ وقت مبنی بر خطا داشتن این کتاب نیست. اولین چیزی که وجود داره در کلام خدا ما میخونیم، مزمور 16 مثلا، خیلی جای دیگه هستش که پیشگویی میشه برای این رستاخیز، پیشگویی میشه که مسیح میاد میمیره و این اتفاق میفته و هیچ وقت مرگ و قبر نمیتونه خداوند رو در خودش نگه داره. دومین چیز شخص مسیحه که خودش پیشگویی میکنه قبل از اینکه بمیره. خود مسیح میگه که من میمیرم و بعد 3 روز زنده میشم و این اصلا هدف خدا بوده. به اون مثالی که در معبد میزنه که میگه این معبد رو خراب کنید و من در عرض 3 روز او رو دوباره بنا میکنم، که بهش میخندن میگن سالهای زیادی طول کشته ما معبد رو بسازیم، و یوحنا میگه که اونجا اشاره مسیح به بدن خودش بود. و مدرک سوم شاهدین عینی بودن که نوشتن، کسانی که دست زدن. زمانی که اول یوحنا فصل 1 رو ما میخونیم، یوحنا میگه که ما چیزهایی رو داریم به شما مینویسیم که دیدیم به چشم، با دست لمس کردیم و برای شما مینویسیم تا شما هم اون برکتی که ما دریافت کردیم رو دریافت کنید. زمانی که ما برمیگردیم به جنگ ایران و عراق مثلا، ما ممکنه نسل امروز اصلا نه دیده باشن چیزی رو، نه اون صداهای آژیرا رو شنیده باشن، ولی چون در تاریخ ما هست و گفته شده توسط شاهدین عینی، ما اون داستانها رو مال خودمون میکنیم و قبول میکنیم، چون که از یک نسلی به یک نسل دیگه انتقال داده شده و شاهدین عینی دیدن، مدرکی هستش معتبر. و کسی که بخواد قیام مسیح رو رد کنه، عملا داره این سه تا چیز رو رد میکنه. اول کلام خدا رو داره رد میکنه، دوم شخص مسیح رو داره رد میکنه و گفتاشو، و سوم رسولان و شاهدین عینی رو داره زیر سوال میبره. قیام مسیح یک واقعیت تاریخیه، یک واقعه تاریخیه که اگر ما قبول کنیم بر اساس این مدارک و شواهد که قیام مسیح اتفاق افتاده، خیلی مسئله جدیه. و زمانی که ما این اتفاق رو در خودمون میبینیم و در دیگران نمیبینیم، به جایی که به شک بیفتیم، همیشه من خودم اینطور فکر میکنم که قیام مسیح مثل جاذبه زمینه. شما نمیتونی یه عده رو پیدا کنه بگه من جاذبه رو قبول ندارم. کسی که جاذبه رو قبول نداره، اگه بره بالای پشت اون بپره پایین، چه اتفاقی برش میفته؟ سقوط میکنه، متلاشی میشه. قبول داشتنش و قبول نداشتنش تأثیری نمیکنه روی اینکه اون اگه قبول نداره جاذبه رو بپره رو هوا معلق بمونه. قیام مسیح هم همینطوره. قیام مسیح رو اگه کسی قبول نداره، همونجور که سنگ در میخونیم در اول پتروس که اون سنگ زاویه، اگر کسی خانهش رو بنا کنه بر اون سنگ مستحکم میمونه اون خانه، ولی اگه ایمان نیاره اتفاقا اون سنگ بر رو میخوره و اون رو له میکنه. قیام مسیح یک واقعه تاریخیه که اگه کسی حتی قبولش نداره، دلیل بر انکار اون نیستش. ولی با همین قسمت رو بخونیم، اگه ما هم بیاییم و باز کنیم اول قرنتیان فصل 15 آیاتی که برای ما خونده شد رو با هم نگاه کنیم. یک نکته خیلی خیلی جالبی که وجود داره در همین ابتدای 12، پولس میگه اما اگر موعظه میشود که مسیح از مردگان برخاست، چگونه است که بعضی از شما میگویید مردگان را رستاخیزی نیست؟ پولس به نوعی داره میگه که میگه ما داریم از طرف خدا رسولان داریم میگیم به شما که رستاخیز هست. یعنی خودش از موضع قدرتی صحبت میکنه و قدرتش رو همیشه دیدیم که از ابتدا میگه از خدا گرفته و میگه عملا خدا به شما داره میگه که رستاخیز هست، شما چرا میگین نیست؟
یعنی اگه خدا امروز بیاد جلوی ما و بگه مثلا پسرم دخترم این اتفاق میفته، چقدر عجیبه که شما باور نکنید. خدا، خدایی که هیچ وقت دروغ نمیگه، میاد یک چیز رو به ما میگه و 100% حقیقته. و موقعیتی که اینجا پولس داره میگه خیلی برای من جالبه، میگه ما داریم موعظه میکنیم این رو و اینقدر این موعظه اهمیت داره، مهمه، حقیقت راستینه، که چطور شما میگین وجود نداره این؟ و بعد میره پایین تر میگه حالا اگه پس وجود نداره، مسیح هم بلند نشده. پس میگه و اگر مسیح، آیه 14، اگه مسیح بلند نشده، وعظ ما باطله، عبثه. و بعد میگه ایمان شما هم علکیه. یعنی اگر عیسی مسیح از مردگان قیام نمی کرد، حرفایی که من اینجا زدم تا الان و همین حرفایی که الان دارم میزنم عبثه. شما هم که اینجا نشستین، ایمانی که درتون هست اون هم عبثه. یعنی هممون عبثیم و به هیچ جایی نخواهیم رسید، چون که در نقطه مرگ هممون پوت میشیم و تمام میشه و هیچ امیدی در ما نخواهد بود. پس نقطه اول، اگر مسیح قیام نکرده بود، نقطه اول آیه 4، موعظه و بشارت ما عبثه. ما هیچ چی دیگه نداریم راجع بهش صحبت کنیم. ما اگر یک سری مسائل از کتاب مقدس در بیاریم، ممکنه هنوز پیغام رو بتونیم برسونیم، ولی اگه از رستاخیز مسیح نباشه، کلاً باید ببندیم بریم، چون میشه یک دین، میشه یک مذهب. ما در رابطه یک شخصیتی صحبت میکنیم که یک سری حرفای سری کارهای خوبی کرد، مرد و تموم شد، ولی ما راجع به مسیح صحبت میکنیم که مرد نتونست اون رو در خودش نگه داره، چون که خدا بود، چون که قدرتش بالاتر از مرگ بود، چون که صاحب حیات بود. و وقتی که زنده میشه، عملاً به من و شما داره این موعظه و این بشارت رو میده. و بشارت مسیح اینه که من صاحب حیاتم. اگر حیات میخوای امروز در خودت باشه، باید بیای پیش من. منم که به تو میتونم حیات بدم. عیسی مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم. عیسی مسیح به مریم و مرتا زمانی که میره تا ایلازر رو زنده کنه میگه من قیامت و حیات هستم. عیسی مسیح، شخص مسیح حیاته. و کسی که داشته باشه مسیح رو، یعنی حیات رو داره. دوباره اول یوحنا، زمانی که یوحنا صحبت میکنه میگه ما این شخص رو دست زدیم، لمس کردیم، باهاش صحبت کردیم، باهاش غذا خوردیم، این شخص حیات بود. همون اول یوحنا میگه نه فقط حیات علکی، حیات جاودانی بود. یعنی زمانی که ما راجع به حیات جاودانی بخوایم یک لحظه فکر کنیم، یعنی تا ابد حیات و زندگی، نه این زندگی که ما اینجا داریم، خیلی به وفور زندگی. و خیلی ممکنه فکر کنن که ما کسل میشیم، کسل کننده است تا ابد. یک مثال خیلی جالب این واعظ آمریکایی جان پایپر میزنه، میگه در ابدیت زمانی که ما وارد حضور خدا میشیم، پر از جلاله، که ما هزاران هزار میلیون ها سال از این جلال خدا مثل یک کوه بالا میریم و وقتی به قله کوه میرسیم دوباره یک کوه دیگه، دوباره میلیون ها سال از این جلال خدا ما بالا میریم، دوباره یک کوه دیگه، و هیچ وقت این تمومی نداره و هیچ وقت ما کسل نخواهیم شد، چون که در حضور و اون حیات ابدی با خداییم. و چقدر قشنگ خواهد بود. و چه کسی دوست داره این رو از دست بده؟ و چه مذهبی اصلا میتونه همچین حرفی رو بزنه غیر از مسیحی که زنده شد و با زنده شدنش گفت من حیات رو دارم و میخواد آزادانه اون رو به همه ما بده امروز. پس اگه مسیح قیام نکرده بود، ما چی داشتیم بگیم به هم؟ دو، بشارت ما اصلا چی بود؟ به دنیا چی میرفتیم بگیم؟ و قسمت 14 رو دوباره که نگاه کنیم، میگه نه فقط موعظه ما بلکه ایمان شما هم باطله. یعنی اون ایمانی که امید بود دیگه. ایمان یعنی چی؟ یعنی امیدی که ما به یه چیزی امید داریم. ما به این امید داریم که با خدا تا ابد در بهشت باشیم. خب اگه عیسی مسیح قیام نکرده، میگه امیدتون باطله. امید که باطل شه، ایمان باطله. پس میگه نه موعظه میخوایم، نه ایمان. قسمت بعدی آیه 15 میگه نه فقط موعظه و ایمان ما باطله، بلکه شهادت ما دروغه. یعنی میگه عملا من دروغگوام، رسولان دروغگوان،
همه اون شاهدین عینی همه دروغگو هم. یعنی شما همه چیز رو زیر سوال میبری با این. یعنی یه جنبه نیستش که ما بگیم یک نفر یک چیزی گفت مثلا رستاخیز رو اون ابداع کرد. نه، قسمت 15 میگه شهادت دروغه، رسولان دروغگوان، کلام دروغگوه. نقطه سوم، اگر عیسی مسیح قیام نکرده، آیه 17 اگه نگاه کنیم میگه ما هنوز در گناه هستیم. گناه مزد و قدرتش مرگ بود. امروز اگه ما میمیریم به خاطر گناهه، به همین سادگی. یعنی اگه یک نفر ما مرده میبینیم، اولین چیزی که نگاه میکنیم میگیم گناه، به خاطر گناهش مرد. اگه گناه نداشت که نمیمرد. اگه آدم هوا و اطاعتی نمیکردن که نمیمردن هیچ وقت، و گناه اصلا قرار نبود وجود داشته باشه. اگر مسیح زنده نشد، مرگ هم قدرت داره پس بر مسیح. پس همه ما هنوز در همون مرگ به سر میبریم، ولی زمانی که مسیح زنده میشه، مرگ رو شکست میده. یعنی عملا قدرت گناه رو شکست میده، چون که مرگ مزد گناه بود. پس مسیح با رستاخیز خودش مرگ رو از بین میبره و با از بین بردن این مرگ قدرت گناه رو از بین میبره. یعنی گناه در ما دیگه قدرت نداره که ما رو بخواد بکشه. و صحبتی هست در مسیحیت که شما دیگه ایمانداران نمیمیرن بلکه میخوابن در مسیح، که خیلی بحث مفصلی هستش. پس نقطه چهارم، اگه قیام هم نکرده بود، امروز ما همه در گناهانمون بودیم و مرگ نصیب ما میشد. و آیه 18 اگه نگاه کنیم، نقطه پنجم میگه مردگان، یعنی کسانی که مرده هم هستن تا امروز، کسانی که مردن 100 سال پیش، 200 سال پیش، 1000 سال پیش، همه اونایی که مردن فکر میکردن ایمان دارن، اگه مسیح قیام نکرده بود همه اونا هلاک شدن، همه اونا فریب خوردن. مردگان، همه اونایی که الان از بین رفتن هم همشون بس نابود شدن. و قسمت آخر 19 میگه که اگر ما پس قیام مسیح رو نداریم، امید نداریم، پس امید ما صرفاً به این مسیح که ما در راجعش صحبت میکنیم برای همین دنیاست. پس اگه فقط امید ما بر مسیح بر همین دنیاست، به این کوتاهی از همه آدمای دنیا میگه بدبخت‌تریم. چون که اون موقع نه امیدی ما خواهیم داشت به آینده، نه امیدی خواهیم داشت به جسم جدید، نه امیدی خواهیم داشت به یک زندگی جدید، یک حیات جدید، نه به آسمان و زمین جدید که در مکاشفه میخونیم.